از هم اکنون آغاز میکنیم. همه واحدها و یگانهای مختلفی که امروز قرار است این رزمایش را انجام بدهند، ان شاء الله به یاری خدای متعال کار خودتون را شروع کنید. و سلام. قربان آماده اجرای ماموریت هستیم. نه عرفان دریافت شد، عرفان دریافت شد، علی دریافت شد، بیاری خدا آماده انجام ماموریت هستیم. بله احباد، امیر دریافت شد، آماده انجام ماموریت. موفق باشید، شروع کنید. همونطور که در تصویر مشاهده کردید، لحظاتی پیش توسط سردار سرلشکر جعفری، فرمانده سپه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمان آغاز رزمایش با رمز یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم آغاز شد. نهمین رزمایش قدرتمند دریایی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در حال برگزاری است در محل تنگه هرمز تا منتهى الیه خلیج فارس، که این منطقه به لحاظ موقعیت جغرافیایی بسیار پر اهمیت و منطقه استراتژیک هست و به همین دلیل این رزمایش از اهمیت دوچندان برخوردار هست. تا لحظات دیگر عملیات مینریزی توسط 30 شناور نیروی دریایی سپه پاسداران انقلاب اسلامی آغاز میشه و شناورهای جنگی در حال عزیمت به منطقه هستند که بنا هست عملیات مینریزی انجام بشه در حاشیه جزیره لارک، و تا دقایقی دیگر در مدت زمان 10 دقیقه بنا هست که عملیات مینریزی انجام بشه. همکنون سردار فدوی، همونطور که در تصویر هم مشاهده میکنید، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال ارائه توضیحات راجع به مراحل مختلف این رزمایش هستند. اصابت کردن اونها به مین جلوگیری بکنند، در حالی که در زمان جنگ ابتدایی ترین نوع مینی که مورد تصور میتونه واقع بشه وجود داشت و به کار گرفته شد در خلیج فارس، مینهایی که مال دهه 30 و 40 میلادی بود، در حالی که در تحقیقات نیروی دریایی سپاه از بعد از جنگ تا الان روندهایی رو شاهد بودیم و هستیم که غیر قابل تصور هست. تو موضوع مین ما پیشرفته ترین نوع مینهای دریایی رو از انواع مختلف در اختیار داریم که امریکایی‌ها هیچگاه تصور وجود اینطور مینی رو در کشورهای غیر از خودشون و امثال هم نمی‌دونن.